چونو و مونو هوا بسیار سرد است کودکان عزیز سلام خدا کنه خوب باشین یک داستان جدید دیگه دا براتان تقدیم میکنم در مورد دو خواهرکی که یکیش چونو و دیگهش مونو نام داره بیاین که بشنویم این داستانه که و شما حتما طبعا خاندان میتانین از روی صفحه و ببینیم که دو خواهرک در هوای سرد چی میکنن ای داستان الیشا برگر ترجمه کرده به انگلیسی و آبین شرشتها نگارگرش است و کاوه آهنگر از زبان انگلیسی به زبان فارسی بر کتابخانه درخت دانش و همه ایما شمای ای که برگردان کرده خلاصه داستانی است که چونو و منو از خواب بیدار میشن و او صبحی که یا بیدار شدن بسیار سرد بود اما هرچی میپالن لباسهای گرم خود پیدا کردن نمیتانند لباس های گرمشان کجاست؟ بینک ببینیم ببین آفتاب طلو کند پرندگان چه چه میزنند دخترکان میخواند بازی کنند چونو میگوید؟ برر چقدر هوا سرده است منو جواب میداد بله بسیار سرد است چونو میگوید؟ من لباس های گرم خودم میپوشم تا خود را از سرما محافظت کنم چونو با حیرانی میپرسد لباس های گرم من کجاست؟ آنها دیروز همینجا اینجا بودند پس امروز کجا شدند مونو میگوید من جرابای گرم خود را پیدا نکردم جرابای گرم من کجاستن؟ پای من از سردی کرخت شدند مونو پاسخ میتا پای من نیز از سردی کرخت شده بر روا سرد است بسیار سرد است دختران هنوز هم از سردی میلرزند چونو میگوید ما نمی توانیم کلاه گرم مرا پیدا کنیم ما نمی توانیم جرابای تو را پیدا کنیم ما نمی هیچ چیز را پیدا کنیم مونو با حیرانی میگوید گوید لباسای گرم ما کجا هستند؟ چونو میگوید گوید بالا من اینجاست اما دیگر لباسایم کجا هستن؟ مونو فریاد میکشد چونو اینجا را بیا نگاه کن داخل سراخ را ببین کلاه گرم تو آنجاست چونو و مونو داخل سراخ را نگاه کردند. آنها جراب ها و کلای گرم خود را از آنجا گرفتند و رفتند به جستجوی سایر لباس های گرم خود بپردازند تا پس از آن با هم بازی کنند. آدو عزیز حتما متوجه شدین که کجا رفته بود کلاگکا و جرابکا و دگه لباس گرم چونو و مونو؟ دو تا می میبینین که کلا را کش کرده داخل سراخ خود میبرند اتمن فامیلین که چرا چونو مونو نمیافتن کالای گرم خود. داستانک ما خلاص میشه به خیر و سلامت تا داستان دیگه سطح خانش این کتاب یک است و برای کودکانی در نظر گرفته شده است که علاقه مطالعه کتاب را شروع کنند برای دستیابی به منابع باز و کتابهای های قصه برای کودکان به سایت کتابخانه درخت دانش www.ddl.af مراجعه کنید